خامنه ای نشون داده که نه فقط بدترین دشمن مردم ایران، بلکه پلیدترین دشمن فلسطین و ملت‌های عرب و مسلمان هم هست. دشمنی که بی خیال به هزاران و هزار کشته و بی اعتنا به فاجعه و ویرانی گریبانگیر مردم غزه، بقای نظام پوسیدش رو این روزها در گروه جنگ افروزی و در صدور بحران می‌بینه. امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم اخیراً تهدید کرده و اینطور گفته: به صراحت ما گفتیم به طرف‌های مختلف که اگر به فوریت تجاوزات و کشتار زنان و کودکان متوقف نشود، دست همه طرف‌ها در منطقه روی ماشه هست و منطقه وضعیتش مثل یک باروتی است که هر ساعت امکان یک انفجار مهیب وجود داره و کنترل از دست همه طرف‌ها خارج خواهد شد. در این حال در این دیدارها هشدار جدی به طرف آمریکایی داده شد: مسئولیت هر گونه عواقب بعدی، مسئولیت هر گونه احتمال باز شدن جبهه‌های جدید مقاومت در منطقه و مسئولیت هر گونه توسعه جنگ امروز به طور مستقیم متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی. بله، هدف راهبردی خامنه ای اما از این جنگ افروزی چیه؟ آیا خامنه ای و سران رژیم پیش بینی می‌کردند که چنین کشتاری در منطقه صورت بگیره؟ برای بررسی مواضع سران و کارگزاران رژیم در قبال جنگ خونین غزه امروز همراه هستیم با آقای محمد درویش. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم. خواهش می‌کنم آقای درویش، اخبار و فجایع جنگ جاری در غزه رو و حمله اسرائیل به اونجا رو همه تقریباً میدونن، اما کمتر کسی است که شاید از اهمیت این موضوع خبر داشته. اهمیتش هم از بابت تاثیرگذاری این جنگ روی جغرافیای سیاسی منطقه و شاید جهان میگم. به نظر شما این جنگ چقدر اهمیت داره و چرا الان از این جنگ و این رخداد به عنوان یک تغییر دوران و نقطه عطف یاد میشه؟ بله، این جنگی که در 7 اکتبر نیروهای نیابتی رژیم به مردم بی‌دفاع غزه و فلسطین فی‌الواقع تحمیل کردند، همونطور که در کل سازمان ملل هم گفته بود، البته یک شبه اتفاق نیفتاده، بر در یکی از پرتنش‌ترین و مناقشه‌انگیزترین نقاط جهان یعنی خاورمیانه و به خصوص در فلسطین اتفاق افتاده و این آثار و تبعات بسیار زیادی خواهد داشت تا کنون. البته این جنگ با جنگ‌های متعددی بوده در خاورمیانه، جنگ‌هایی که در گذشته بین عرب و اسرائیل بوده، چندین جنگ متعدد و حتی جنگ‌های آزادی بخش و غیره، ولی این جنگ در ابعاد کمی و کیفیش و تأثیرگذاریش به نظر من از همه اون جنگ‌ها متفاوت هستش. به این لحاظ که برها جنگ های گذشته عرب و اسرائیل برای جنگ بین دولت ها بوده، با آرایش های نظامی، با وسعت جغرافیایی بیشتری، ولی الان این کشت و کشتار فی‌الواقع این جنگی که شروع شد و به دنبال اون حملاتی که انجام میگیره در باریکه غزه در یک محدوده جغرافیایی است و اثرات بسیار بسیار مخربی داره. همطور که آقای مارتین گریفیس که معاون دبیرکل هستند گفته بود که این جنگ و زخم هایی که وارد میکنه دهه ها طول خواهد کشید. من میگه که زخم های پاک نشدنی هستش که بر زندگی مردم اونجا اثر خواهد گذاشت و البته تبعات سیاسی بیشتر دیگری هم خواهد داشت، چون که و داشته، چون که الان همه جهان متوجه شدن، حتی اگر ابتدا سعی میکردن این قضیه رو آمریکا و متحدین غربی سعی میکردن این قضیه رو لاپوشونی بکنن، الان همه متوجه شدن که پشت این جنگ، اگر ابتدا ما از سرانگشتان رژیم صحبت میکنیم، الان دیگه دست های رژیم آشکار و پنهان در شروع این جنگ و حتی ادامه اون دخیل هستن. البته خب به نیروهای جنگ افروز هم کمک رسانی کرده و این به اصطلاح قضیه بسیار بسیار مهمی هستش و اینکه این مقاومت ایران دهه هاست که در رابطه با
نقش مخرب رژیم در جنگ افروزی، در ترور و گروگانگیری افشاگری کرده و همیشه اینها رو به خاطر سیاست مماشات به نوعی رد کرده بودن، و ولی الان دیگه هیچ فراری از این مسئله وجود نداره و هر روز هم که میگذره بر عباد این جنگ بر البته و خطرات ناشی از اون اضافه میشه، و برای همین هم هستش که همونطور که شما نشون دادید در صفحه عبداللهیان به درستی گفتید، رژیم در این حال نگران آینده خودش هم هست و باید هم باشه. الان به طور متوسط تا امروز تقریبا بیش از 350 نفر در روز روزانه کشته شدن که تقریبا نزدیک به نیمی از اونها فقط بچه ها هستن، و این مصیبت ها و آلام مردم فلسطین و پیامد های اون برای مدت های طولانی همونجور که عرض کردم خواهد موند و حتما هم الان داریم میبینیم و هم در آینده دامنگیر رژیم خواهد. بله آقای درویش، ما این مدت مواضع بسیار زیادی رو شنیدیم از طرف تحلیلگران سیاسی، دولت مردان و حکومت هاشون. میخواستم نظرتون رو بپرسم درباره، البته این مواضع هم مثبت بوده هم منفی درباره هر دو طرف جنگ در غزه، نظرتون درباره مواضع سران رژیم که یک نمونش هم الان شنیدیم از طرف امیر عبداللهیان چی هست؟ بله، خب رژیم آگاهانه به این جنگ به اصطلاح هم تجهیزش کرده هم شروعش کرده و خب مسلمه که قصد و غرضی داره، ولی اینکه چه قصدی داره راحت فهم کرد. ما خود ما ایرانی ها، مردم ایران بیش از 4 دهه هستش که شقاوت و سفاکی های رژیم رو تجربه کردیم و تجربه میکنیم، از اعدام و کشتار زندانیان بی‌گناه و بی‌دفاع، از جنگ میهنی ضد میهنی که رژیم بچه ها رو در میدان های جنگ لای پتو میپیچید و میفرستاد، از ذوات هواپیمای اوکراینی که به طور مسافرین بی‌دفاع که به عنوان سپر ازشون استفاده میکرد. همه اینها چیزهایی هستید که رژیم انجام داده و این هم چیز به طور بودم عجیبی نیست. خود خمینی اگر خاطرتون باشه میگفتش که حتی تا وقتی یک خونه در تهران هست من جنگ رو ادامه میدم. این از کشتار میلیون ها نفر هم هیچ ابایی نداشت. یا میگفتش که اگر قبل از جنگ عراق، حتی میگفتش که اگر یک رژیمی به اصطلاح منظور رژیم عراق بود، این رژیم فاسد هست که اگر مسلمان ها رو سپر قرار بده و مسلمان ها رو هم میکشیم بعد میریم طرف اونها. یا در فصل های بسیار مهم همیشه خنجر و خیانتش به آرمان فلسطین بوده و هست. اما موضوع گیری هاشون گفتم چون این جنگ رو با دلایل خاصی برای حفظ نظام خودشون، یعنی این چیزهایی که واقعا سرچشمه همه اینها حفظ نظام پلید آخوندی هستش، همونی که خمینی میگفت از اوجب واجبات هستش، برای این کار باید سرچشمه در ببینیم که چطوری هستش که این تمام رژیم، افراد رژیم از این جریانات اظهار خوشحالی میکنن. امام جمعه‌های رژیم الان اومدن و میگن که بعد ما الان این جنگ جنگ مقاومت هستش و به ما کمک میکنه که جلوی آمدن به اصطلاح دشمن رو به داخل ایران بگیره. یا اینکه من یک سری خود خامنه ای دیروز من صحبت کرد و یک سری صحبت هایی هستش که اگر ما عمیقا به مسئله نگاه کنیم، یعنی توجه کنید اگر عمیقا به مسئله نگاه کنیم میبینیم که این پیروزی هستش، یعنی میگه کاری به این کشتار، کاری به این افرادی کشته میشن و تخریبی که داره میشه در نوار غزه و سایر نقاط فلسطین و به تبع اون در خاورمیانه نداشته باشه. عمیقا نگاه کنید ما داریم پیروز میشیم، این پیروزی برای مقاومت است و مسئله از این قبیل. و همینطور سران ریاست افرادی مثل خود خرازی صحبت کرده بود، گفته بودش که مردم فلسطین که به کشت و کشتار عادت دارن، ولی این مسئله من اگر بخوام چیز بکنم میگه فلسطینی ها با زندگی با کشتار و جنایت عادت دارن، بنابراین این یک پیروزی راهبردی هست. میبینید که اساسا جان مردم برای اینها هیچ اهمیتی نداره و عراقچی همینطور مسئله گفته بود و
این فرق این واقعی کنی هم صحبت کرده در یعنی ادامه هم خواهند داد و گسترش هم خواهند داد، همونطور که واقعی کنی گفته بود در موسکو صحبت کرده بود و گفته بودش که آمریکا در جایگاهی نیست که از ما بخواد که به اصطلاح مقاومت یا مطالبه نامشروعی بکنه و این طرف دیگه هستش که تصمیم میگیره، یعنی خودش و به اصطلاح نیروهای نیابتیش، که این البته به خاطر سیاست مماشات هستش که اینها اینقدر زیری میشن و اینطور لاف و گزاف میکنن. بله آقای درویش، الان تقریبا همه موافق این هستن که رژیم نقش داره در این جنگ، نقش مستقیم هم داره، هر چقدر هم تلاش کردن که الان به قول شما با در سیاست مماشات خیلی نرم و نازک از کنارش رد شن، ولی به هر حال میگن که رژیم و شبه نظامیانش دارن این کارو میکنن و به طور واقعی هم که نقش مستقیم داره. حالا سوال اساسی اینجا این هستش که چرا خامنه ای این جنگ افروزی رو به پا کرد؟ یعنی هدفش از این کار و این بحرانی که آفریده چی هست؟ ببینید، سرچشمه و مرکز همه سیاست های رژیم، اعمال رژیم، رفتار رژیم در به خصوص در خارج رو باید در این دید که هدفش حفظ خودش هستش، هدفش جلوگیری از سرنگونی هستش. رژیم به خصوص بعد از قیام های اخیر در آبان 98، در 96، 98 و به خصوص در قیام 1401 دیگه الان به این نتیجه رسیده که امکان سد بستن جلوی مقاومت رو، جلوی به اصطلاح اشتعال قیام بعدی رو نداره. بنابراین جنگ همونجوری که خودشون هم گفتن ما باید در خارج بجنگیم، خاکتیزهای دفاعیمون در سوریه و غیره اینا هست، همه ما جماعتشن دارن میگن دیگه، به صراحت دارن میگن، یا خامنه‌ای گفته بود و عبداللهیان و غیره هم اینو گفتن. پس الان تمام کارهایی که میکنه و برایش هم مهم نیست که دریایی از خون شروع در نوار غزه الان راه افتاده، این همه تخریب داره صورت میگیره، این همه دارن کشته میشن، برای اون اصلا مهم نیست، کما اینکه کشتار صدها و آوارگی میلیون ها نفر در خود ایران هم برایش اهمیتی نداره و اساسا نخواهد داشت، چون قصدش حفظ خودش هستش و خامنه ای سعی میکنه با این کارهاش به اصطلاح هم حکومت خودش رو حفظ بکنه، هم بتونه به اصطلاح این جریان فلسطین رو به نفع خودش، چون یک عرض کردم یک مناقشه طولانی مدت هستش، این رو بخواد به اصطلاح به نفع خودش مصادره بکنه با همین نیروهای نیابتیش که البته خب نخواهد شد، و تا به این ترتیب نیروی به اصطلاح مشروع و تشکیلات محمود عباس و سازمان الفتح رو به کناری بزنه و خودش صاحب این قضیه بشه، چون این رو میخواد که صاحب این جنگ باشه و بگه که من طرف اصلی هستم، و همینطور نخواهد گذاشت که به اصطلاح با آشوب و بحران سازی و غیره جلوی کشورهای دیگه هم بگیره. مثلا به عنوان مثال ما خب پیمان ابراهیم رو داشتیم که این عربستان در حال امضای قرارداد با طرفین متخاصم در هم با اسرائیل و با کشورهای منطقه هستند، ولی با این جنگ الان اوضاع به هم ریخته و به طور مقطعی یک سری از این کارهای مخربی رو که خامنه ای میخواسته انجام داده، ولی قصد دراز مدتش این هستش که بتونه جنبش فلسطین رو به نفع خودش مصادره بکنه تا از اون در هر موقعی که میخواد استفاده بکنه، و البته هدف قایی و نهاییش این هستش که جلوی قیام رو سد ببنده و بتونه که از سرنگونی خودش به دست مردم و توسط قیام مردم ایران جلوگیری بکنه. بله. آقای درویش، موضع مقاومت ایران که کاملا روشن است، از روز اول جرقه‌ای که خورد و جنگ شروع شد هم رهبر مقاومت اعلام کردن و تاکید کردن که سر مار در تهرانه و گفتن که بازنده اصلی و بازنده استراتژیک این جنگ هم خود رژیم هست. فکر میکنین که توی این مدت جامعه جهانی و افکار عمومی چقدر به این واقعیت نزدیک شدن و بهش اذعان کردند؟ سلواقای باید تبریک گفت و جای تبریک هم داره به مواضع بسیار صحیح و اصولی مقاومت ایران
و رهبری مقاومت ایران در مقابل این جنگ ویرانگر. همونطور که آقای مسعود رجوی گفتن، خانم رجوی هم مکررن تاکید کردن، تنها طرفی که از این جنگ سود میبره و براش مهم نیست که به اصطلاح فلسطینی، عرب، یهودی، اسرائیلی، هر ملیتی براش بخواد کشته بشه، و این فقط اون هستش که میخواد از این جنگ سود ببره، و هر قدر هم که این کشت و کشتار ادامه پیدا بکنه، این بمباران های ناموجه ادامه پیدا بکنه، رژیم از اون بیشتر سود خواهد برد. بنابراین تا اونجایی که به این مسئله برمیگرده، گفتم دولت های غربی ابتدا هم سعی کردن رژیم رو دور بزنن، رو مسئله واردش نکنن، ولی خب هم رفتار، هم اعمال و گفتار رژیم و هم اینکه سیاست های به سر افشاگری های مقاومت، چه در توسط به صلاح شورای ملی مقاومت مجاهدین و چه دوستان و یاران مقاومت در پارلمان ها و سیاستمداران که برجسته ای مثل آقای پومپئو، آقای سناتورها و نمایندگان مختلف که به این مسئله اشاره کردن، که مشخصا به این مسئله اشاره کردن که سر مار به اصطلاح جنگ افروزی و تروریسم در تهران هستش، در ایران هستش و باید به اون پرداخت. البته خود آقای پومپئو به خصوص گفته بودن مثلا این که ما راه های مختلفی داریم که رژیم رو مجبور کنیم که به اصطلاح بهای سنگینی برای این کار بده، و خب متاسفانه سیاست های مماشاتگرانه هنوز علارغم این که در پارلمان انگلیس مطرح شده، در کنگره و سنا مطرح شده، در بسیاری از مجالس بین المللی مطرح شده، سیاست های مماشاتگرانه هنوز به اصطلاح آقای مارتین گریفیث هم گفته بودن که جهان، منظورشون دولت های جهانی هستن، یا نمیتونن یا عم دارن که اقدام بکنن، چون اگر هم اقدام نکنن عواقب این فراتر از منطقه خواهد رفت. برای این یک سری اعمال به اصطلاح بازدارنده، فرستادن نیرو غیره، ممکنه به لحاظ تبلیغی خیلی به اصطلاح برد و انعکاس داشته باشه، ولی برای جلوگیری از رژیم باید اقدامات مشخصی انجام داد، باید راه‌های همطوری خانم رجوی گفتن، باید سپاه تروریستی که عامل سرکوب و عامل جنایت در منطقه و در ایران هست در لیست تروریستی قرار داده بشه. این حرکتی است که شروع شده و در بسیاری از پارلمان ها مجددن این بحث اوج گرفته. باید که منابع رژیم به اصطلاح قطع بشه. باز این هم مسئله است که سیاست مداران در کشورهای مختلف در کمیته های پارلمانی به این مسئله پرداختن. قطعنامه الان در کنگره دو حزبی هستش، در کنگره آمریکا، که برای اینکه صادرات نفت رژیم رو دوباره محدود بکنن. بنابراین باید عرض کرد که این راه بسیار سختی بوده، هست و با توجه به سیاست ما شد، ولی افکار عمومی جهان و همچون که داریم میبینیم در سطح عمومی، در مطبوعات و در سطح سیاست مداران به این مسئله رسیدن که رژیم ایران تنها نفت برنده این جنگ افروزی هستش، به صحت مواضع مقاومت رسیدن، و این قضیه به تدریج در سطح دولت ها هم داره وارد میشه. من آقای رئیس جمهور مصر الان صحبت کردم، همون صحبتی آقای رجوی چند پیش گفته بودن که راه حل مسئله فلسطین، و اگر کسی جنگ نمیخواد، این هستش که مسئله دو دولت رو در اون منطقه به رسمیت بشناسن، و این چیزهایی هستش که به اصطلاح جهان به تدریج، البته با بهای بسیار سنگینی برای مردم ایران و برای مردم اون منطقه، دارن بهش میرسن. بله، بسیار عالی. آقای درویش، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین و وقتی که امروز در اختیار ما قرار دادین. تشکر میکنم، روزتون بخیر. روز بخیر، خدا نگهدار.